یک بار هم که در بحبوه جنگ در امان خطر کرده و برای خرید نان به تنهایی از هتل خارج شده بودم صحنه عجیب و غریبی دیدم که هیچگاه فراموش نمیکنم. در زیر آتشباری از خرابه ای در انتهای کوچه می گذشتم که هر روز خلوت بود اما در آن روز جمعیت قابل توجهی جمع شده بودند در حالی که آتشباری ادامه داشت در وسط صحنه آتش و دود هم برپا بود و من نمیفهمیدم موضوع چیست خرید نان برای ساکنان گرسنه و آشفته هتل را از یاد بردم و کنجکاف شدم ببینم داستان چیست از لای جمعیت عبور کردم و جلو رفتم معلوم شد جوانان محل مزدوری را که مرتکب خیانت و جنایت شده و تعدادی را به کشتن داده بود کشته و بعد جسد را هم به آتش کشیدند با یک فلسطینی جا افتاده تر با جملات شکسته و بسته انگلیسی و عربی وارد جدل شدم از من پرسید که هستی و اینجا چه می کنی؟ طبق محملی که داشتیم خودم را دانشجوی پاکستانی طرفدار الفت معرفی کردم وقتی اعتماد او جلب شد از من پرسید حرفت چیست؟ گفتم چرا جوانهای شما این کارها را میکنند خندید و گفت تو یک روشن فکر هستی هنوز نمیفهمی که خائنها با مردم ما و جنبش ما چه میکنند و ما هیچ راه دیگری برای دفاع از خودمان در برابر آنها نداریم گفتم من در کتابهای انقلاب الجزایر خواندم که خائن را بی گفتگو مجازات می کنند و این یک قرارداد به رسمیت شناخته شده الجزائری ها بوده است خشم و کین بر حق مردم را می فهمم اما این یک واکنش و یک کار خود به خودی است و شماها که می فهمید چرا جلوی آن را نمی گیرید در این لحظه گلوله ای در همان حوالی فرود آمد و دود و ترکش های آن فضای اطراف را فرا گرفت مخاطب من با صدای بلند فریاد زد دیگر بس است زود از اینجا برو و بحثمان ناتمام ماند در مسیر نانوایی و بازگشت به هتل در حالی که سه قرص نان گیر آورده بودم تماما به ابو ایمن فکر می کردم ابو ایمن افسر نگهبان پایگاهمان بود یک افسر رشید فلسطینی بسیار شجاع که چند هفته را به چشم دیده بودم که حتی لباسش را هم از تنش فرصت نمی کرد در حین جنگ بیرون بیاورد دائما در زیر آتش پشت بیسین بود قدی بلند چشمانی آبی و موی خرمایی داشت او بسیار مهربان بود خبر شهادت او را به طور تصادفی یک روز قبل از یک فلسطینی دیگر که به هتل ما آمد شنیده بودم احساس می کردم از شنیدن خبر شهادت ابو ایمن داغ شدم و دردی احساس می کنم که نمی چیست این درد با شنیدن خبر شهادت فیصل در روزهای بعد مضاعف شد فیصل مربی جدو و کاراته ما بود وقتی ما را تمرین میداد از هیچ چیز نمیگذشت و تا به نفس زدن نمیافتادیم دست بر نمی داشت انگار تمام پیکر خودش عضله و فنر فشرده بود یک روز در حین تمرین یکی از برادران خودمان دست مرا طوری پیچان که نزدیک بود دستم بشکند بی اختیار گفتم آخ صبر کن برادرمان گفت ببخشید حواسم نبود فیصل که این مکالمه را به فارسی شنید تمرین را متوقف کرد و به فارسی گفت بله صبر کن ببخشید شما ایرانی هستید گفتیم نه اخ فیصل ما دانشجویان پاکستانی از پنجاب هستیم گفت پس چرا فارسی حرف میزنید؟ گفتیم فارسی نیست اردوست که خیلی کلمات آن با فارسی مشترک است بعد هم حرف را عوض کردیم و گفتیم مگر شما فارسی بلدید گفت بله یک سال در آبادان کار کردم بعد معلوم شد که فیصل یک مهندس در یک شرکت مقاطع کار در آنجا بوده است اما آن روز به خیر گذشت و به خاطر اعتمادی که به ما داشت به خاطر ملیت و زبان ما کنجکاوی بیشتری نکرد اما در عوض تا بخواهید شاه و رژیم ایران را زیر ضرب گرفت بعد از شهادت فیصل و ابو ایمن و نزدیک به پنجاه یا شست فلسطینی دیگری که در پایگاه ما بودند فکر می کردم که خیلی شهادت ها و بسیاری جنایت ها دیدم اما در آن روزگار هرگز نمی توانستم تصوری از صد هزار و صد و بیست هزار شهید در روزگار خمینی داشته باشم که چگونه خون را در رکها به جوش می آورد و اعصاب را به هم می پیچد و مغز آدمی به راستی سود می کشد